به نام خدا، سعید نجاتی هستم با دوره آموزشی زمین ساخت ورقی در خدمت دوستان هستم و درس یکم با عنوان مقدمه‌ای بر زمین ساخت. نظریه‌ای که در بدء ورود به زمین ساخت باید باش آشنا بشیم نظریه زمین نابدیست است. زمین نابدیست به فرو رفتگی ها و همینطور اون گودال های بسیار طویلی که در بستر قاره ها و اقیانوس ها وجود داره و در حال فرونش هست اطلاق میشه. سنگ هایی که در این زمین نابدیس ها قرار میگیره ممکنه سنگ های آتش فشانی باشه که چندین کیلومتر میتونن ضخامت داشته باشن. این سنگ ها ممکنه یک نابدیس در بخشی از یک چرخه زمین ساختی با کوزایی هم دنبال بشه. چرخه ای هست به اسم چرخه ویلسون که صحبتش رو خواهیم کرد. البته در چرخه ویلسون خب ما کافت زایی رو داریم، در ادامه اونها جدایش قاره ها رو داریم تا میرسه به کوه زایی و تشکیل کوه ها که زمین نابدیس هم که یک نظریه بسیار بدوی هست در این قسمت قرار میگیره. طبق نظر دانا فرونشست یک کمربند زمین نابدیس و در ادامه اون کوه زایی نتیجه فشارهای جانبی هست که حرکت بستر اقیانوس ها به قاره ها وارد می کنند. یعنی قاره ها متأثر از اقیانوس های در حال گسترش هستند که فشارهای بسیار زیادی به قاره ها وارد می کنند و عملا باعث ایجاد فرونشست های عظیم و کمربند های زمین نابدیس می شن. طبق نظر جیمز هال رسوباتی که در این زمین نابدیس ها قرار می گیرن و همینطور چین خوردگی هایی که متعاقبا در اینها ایجاد میشه فشارهای بسیار مضاعفی بر لایه های زیرین، بر رسوبات زیرین وارد میکنه که نمونه این رو در رشتهکوههای شرق آمریکای شمالی میشه مشاهده کرد. استیل تقسیم بندی رو برای زمین نابدیس ها ارائه داده که بر اساس تغییر شکل و ماگماتیسم ارائه شده که در این تقسیم بندی اول ما برمیخوریم به اصطلاح اورتوجوسینکلینال یا زمین نابدیس واقعی که اوریجینال این نظریه برای کوزای نوع آلپ هست. نوع اول از این رو نامگذاری کردیم به عنوان ایوجوسینکلینال که در این نوع زمین نابدیس ها سنگ های آذرین ظهور پیدا کردن و شامل آندزیت های قبل از کوزای و گرانیت های پس از کوهسایی هستن. در نوع دیگر که میوژوسینکلینال نامیده میشه ما عملا سنگ آذرینی نمیبینیم. طبق اون مشاهداتی که انجام شده و قراردادهایی که وجود داره ما رشته کوه زاگروس رو به عنوان یک میوژوسینکلینال و رشته کوه البرز رو به عنوان اوژوسینکلینال میشناسیم. البته این نظریه قدیمی هست و کنون در زمان حال دیگه چنین اصطلاحهایی برای این رشته‌کوه‌ها قابل پذیرش به اون صورت نیست. نوع دیگری هم هست به اسم پاراژئوسینکلینال که کمربند کوهسایی ایجاد نمی‌کنه و به وسیله گسترش قطعی مشخص میشه. یعنی دیگه ما نه نابدیسی داریم و نه رسوبات آذرین که حالا رسوبات حاصل از سنگ‌های آذرین هستند. در اینها ما اصولا کوهزایی نمیبینیم، فقط گسل ها هستن که نقش اصلی رو خواهند داشت. اگر بخوایم در مورد زمین ساخت ورقه‌ای توضیحی داده باشیم به عنوان معتبرترین معیار زمین ساخت، این نظریه چشمانداز علمی جدیدی رو به جهان زمین شناسی ارائه داد. تغییر و تکامل قاره ها، حوزه های اقیانوسی، رشته کوه ها، کمربند های زمین لرزه و کلن هر پدیده زمین شناسی که با اون روبرو هستیم، چه در مقیاس کوچک و چه در مقیاس بین‌المللی و فراقاره‌ای عملاً با زمین ساخت ورقه‌ای در ارتباط هستند. نیروهای داخلی زمین که نیرو محرکه اصلی برای حرکت‌های مختلف زمین ساختی محسوب میشن در علم زمین ساخت